به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. اما اجازه بدید من چند تا مفهوم رو به صورت خاص برای شما بررسی بکنم. مثلا مفهوم سامان. فرض کنید من دوستی دارم اسمش سامانه. خب من این رو بارها دیدم و میدونم اسمش سامانه، با رفتارش آشنا هستم، تون صداش برام مشخص هست و حتی ممکنه عطری که استعمال میکنه بوی آشنایی داشته باشه برای من و انواع اطلاعات مختلفی رو من از سامان در ذهنم دارم و اینگونه هستش که اگر من هر جا توی خیابون ببینم سامان رو، متوجه میشم که این سامان هست و دیگران رو که میبینم میفهمم که این سامان نیست. و حتی من ممکنه بعد از 20 سال که سامان رو ندیدم یک بار توی خیابون با اون روبرو بشم. چون این اطلاعات برای ذهن من قدیمی شده و جز مفاهیم در دسترس ذهن من نیست، ممکنه حتی 5 ثانیه 10 ثانیه شدم بیشتر من فکر بکنم، بگم آقا یه لحظه صبر کن، من شما رو کجا دیدم، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. و در این فرصت ذهن من داره تک تک انسان‌هایی رو که من باهاشون مواجه شدم رو، داره مفاهیمش رو، مجموعه ویژگی‌هایی که داشتن رو با این تصویر تطبیق میده با سرعت بسیار بالا، شاید در هر ثانیه 1000 نفر رو تصویر میده. و بعد از 10 ثانیه 20 ثانیه من میگم ای شما سامان هستی، سلام سامان، چطوری، خوبی، سلامتی، اینجا چیکار میکنی، تو این 20 سال کجا بودی. این یه اتفاق رایج هست و نشون میده که ذهن ما چگونه کار میکنه. مفاهیم بر اساس مقدار کاربردی که در زندگی روزمره دارن، در هنگام مواجه شدن با یک ادراک، اونهایی که پرکاربردتر هستن زودتر مقایسه میشوند. و باز ذهن ما خیلی هوشمنده، یعنی اینگونه نیست که مثلا من یک انسانی رو دیدم این مفاهیم میوه ها رو هم بیاد با اونها تطبیق بده، نه، این میاد فقط اون کسانی رو که انسان هستند و من میدونم که اونها انسان هستند، انسان های مختلفی رو که در طول زندگی من اونها رو شناختم، میاد با ادراکی که الان دارم مطابقت میده. خب ببینید، من درکی از سامان دارم، درکی از بابک دارم، درکی از نوید دارم و در یک مرحله بالاتر من درکی از انسان دارم. انسان یک مفهوم هست درون ذهن من که به تعداد زیادی جزئی این منطبق هست. ما بگیم مفهوم انسان یک مفهوم کلیست، همونطور که مفهوم خود سامان هم یک مفهوم کلیست، یعنی به تعداد زیادی جزئی مفهوم سامان تطبیق می شود. یعنی تصاویر مختلفی رو جلوی من میذارن، همه از سامان، شاید بیش از 20 تصویر، و من میگم این سامان از این سامان از، و هیچ کدوم از این 20 تصویر هم با هم دیگه یک شکل و مشابه نیستن. من ادراکات مختلفی هست که به تمام اونها میگم سامان، ولی هیچ کدوم از اون دو ادراک شبیه هم نیستن. یعنی مفهوم سامان یک مفهوم کلی است. اصلا کلا مفاهیم درون ذهن ما کلی هستند، حتی اگر بر یک جزئی فقط صدق بکنن، یعنی به صورت اتفاقی من فقط یک جزئی، یک تصویر از یک مفهوم دیدم، ولی مفهوم خودش ویژگی این رو داره که بر چیزهای زیادی صدق بکنه، چون مفهوم به صورت مجموع شرایط انتزاع میشه. یعنی میگه چیزی که این ویژگی رو داشته باشد، هرچند که اون چیز شاید یک مورد بیشتر در ادراکات من نباشه. فرض کنید شما فقط در یک تصویر برج ایفل رو دیده باشید و هیچ تصویر دیگه از برج ایفل ندیده باشید در طول زندگیتون و به شما گفته باشن که این برج ایفل هست، شما در یک ادراک در تمام زندگیتون برج ایفل رو دیدید و مفهوم برج ایفل رو میدانید و مجموع شرایطی هست، مثلا میگه چیزی که به شکل خاصی باشه، از فلز باشه و مشبک باشه، بالاش باریک باشه، پایین پایه‌هاش گسترده باشه و بالاخره یک مجموع ویژگی‌های شما انتظار کردید. ممکنه چیز دیگری رو هم به این شکل بتونید پیدا بکنید، ممکنه برید یه سفر فرانسه و برج ایفل رو از نزدیک ببینید، ادراکات بیشتری از برج ایفل به شما وارد بشه و شما تصدیق بکنید که اینها هم برج ایفل هستند. پس اینکه ما جزئی یک دونه داریم یا چند تا داریم، در اینکه کلی کلی هست هیچ دخالتی نداره. مفهوم سامان یک مفهوم کلی است، مفهوم انسان یک مفهوم کلی است. یعنی در واقع میتونم اینجوری براتون بگم که من مجموعه تصاویر سامان، مجموعه تصاویر بابک و مجموعه تصاویر رضا، اینها همه رو کنار هم قرار دادم و از کنار هم قرار دادن همه اینها مفهوم انسان رو انتظار کردم. البته اجازه بدید که من این مفهوم انسان رو بگم مفهوم مرد و بعد انسان‌های مؤنث رو هم من دیدم کنار اینها قرار دادم، مثلا لیلا، مثلا فریبا، و اونها رو هم یک مجموعه ویژگی‌های انتظار کردم به نام خانوم، و باز از بین آقا و خانوم مفهوم انسان رو انتظار کردم. من مفهوم بچه رو، مفهوم جوان رو، مفهوم بزرگسال رو، اینها همه رو من انتظار کردم و درک میکنم که چیست. این مفاهیم ممکنه با همدیگه اشتراک داشته باشن، حالا مجموعه ها رو احتمالاً توی راهنمایی خوندید، جبر مجموعه ها رو، اینا با همدیگه اشتراک دارن، با همدیگه ممکنه حالت های مختلفی داشته باشن، نسبت به همدیگه عضو مشترک داشته باشن، ممکنه یکی عام باشه دیگری خاص باشه، یعنی یکی زیر مجموعه دیگری باشه. حالا کاری به این حالت‌های مختلف دو مجموعه نسبت به همدیگه فعلا نداریم. از انسان که بخوایم قدری فراتر بریم، مفهوم جانور رو من میتونم بیان بکنم که همه انسان‌ها جانور هستند، به علاوه همه گاوها و گوسفندها و ماهی‌ها و پرنده‌ها، اینها هم جانور هستند. از جانور بالاتر میتونم مفهوم موجود زنده رو بیان بکنم که شامل گیاهان هم بشود.
از موجود زنده بالاتر من میتونم ماده رو بیان بکنم یا جسم رو بیان بکنم. تمام چیزهایی که جسم دارن ماده دارن، یعنی میز و صندلی و سنگ رو هم بتونیم درون اون مفهوم ما صدق بدهیم و هر چیزی که وزن دارد، هر چیزی که جرم دارد، هر چیزی که حجم دارد، ما این رو بیایم یک اسم براش قرار بدیم، شامل تمام انسانها، تمام ماهیها، تمام درختان، تمام سنگها، همه میشه. از این مفهوم کلیتر مفهوم چیز هست. یعنی ما شاید بخوایم بگیم که به هر چیزی ما میتونیم این مفهوم چیز رو حمل بکنیم. ما چطور اومدیم فهمیدیم که این تصویر انسان هست؟ یعنی مفهوم انسان رو چگونه ما فهمیدیم؟ ما 100 تا ادراک داشتیم، اومدیم گفتیم این 50 تا انسان هست، این 50 تا انسان نیست. ذهن ما اومده از بین اون 50 تا و اون 50 تا دیگه یک چیزی رو درآورده، گفته چیزی رو من مجموعه شرایط در میارم که تو این 50 تا باشه، تو 50 تا دیگه نباشه، و این معادله رو حل کرده، حالا مجموعه ویژگی‌های رو درآورده، اسمش رو گذاشته انسان. ولی مفهوم چیز، مفهوم وجود داشتن، مفهوم موجود، موجود چیست؟ موجود چیزی است که به همه ادراکات حمل میشه. این رو ما ذهنمون چگونه انتظار کرده مفهوم موجود رو؟ مفهوم موجود یک مقداری خاصه، چون تمام مفاهیم دیگه یک جنبه عدمی هم دارن برای انتظار. یعنی من مدام گفتم هندوانه چیست، 100 تا میوه جلوش قرار دادم، گفتم این 50 تا هندوانه است، این 50 تا هندوانه نیست. هندوانه های مختلف با شکل های مختلف، مثلا هندوانه مکعبی من دیدم جدیدن با مهندسی ژنتیک درست کردن، گفتم اون هم هندوانه هست، هندوانه که درون زرد هست، این رو هم گفتم هندوانه هست. ولی خب طالبی، خربزه، خیار مثلا، اینها رو گفتم هندوانه نیست. ذهن من یک معادله رو حل کرده که تعدادی شرایط از اون معادله استخراج شده که اگر اون شرایط رو به همه هندوانه ها من تطبیق بکنم، همه هندوانه ها در اون مجموعه شرایط صدق میکنن و دیگر چیزها که هندوانه نیستن در اون مجموعه شرایط صدق نمیکنن. مثلا پرتقال توی اون مجموعه شرایط رد میشه، هندوانه نیست پرتقال. ما اومدیم یک مفهومی رو به نام موجود در ذهنمون تعریف کردیم، گفتیم چیزی که بر همه چیز حمل میشه. یعنی دقیقاً کل مفهوم موجود همینه، ما هیچ درک بیشتری از موجود نداریم. گفتیم تمام ادراکات شما از بدو تولد، از بدو ادراک، حالا ممکنه قبل از تولد هم شما ادراک داشته باشید، گرمای داخل مثلا رحم مادر رو شما احساس کردید، ممکنه از زمانی که ادراک داشتید تا الان شما تمام ادراکاتتون رو میتونید بهش لفظ چیز، لفظ بودن، لفظ موجود رو حمل بکنید. این خودش شده تعریف مفهوم بودن. تعریف خیلی ساده و یک جمله، یک عبارتی هم داره، یک شرط بیشتر نداره مفهوم موجود، و اونم اینه که به همه ادراکات این تعریف حمل میشه. یعنی هر چیزی که شما بگید من میگم موجود است، به شرطی که در ادراکات شما باشد. این رو خوب دقت بکنید. شما الان تصویری جلوی چشمتون هست، فرض کنید داخل اتاقتون نشستید، میگید اینجا اسب وجود ندارد، یعنی میفهمید که اینجا اسب موجود نیست، چون که اسب اینجا در ادراکات شما نیست. شما مفهوم وجود داشتن رو میتونید درک کنید، شما مفهوم موجود، مفهوم چیز، مفهوم بودن رو میتونید درک بکنید. خب حالا یک سوال از شما میپرسم، این سوال رو بپرسم و بحث این جلسه رو خاتمه بدم. شما زمانی که مفهوم هندوانه رو انتزاع کردید، آیا مفهوم بودن رو هم درون هندوانه انتزاع کردید یا نه؟ یعنی از مجموع شرایط هندوانه بودن، آیا وجود داشتن هم بوده است یا نه؟ یه مقدار روی این سوال فکر کنید. بذارید من سوال رو قدری ساده تر بکنم. زمانی که شما هندوانه رو مفهومش رو تعریف کردید، آیا مفهوم میوه هم درون تعریف هندوانه وجود دارد یا نه؟ قطعا پاسخ مثبته، چون تمام هندوانه ها میوه هم هستن. یعنی اگر شما یک تصویر هندوانه به من نشون بدید بگید این هندوانه هست یا نه، من میگم بله هندوانه هست، همون تصویر رو به من نشون بدید بگید این میوه هست یا نه، میگم بله میوه هست. بعد پس نشون میده که مفهوم میوه بودن درون مجموع شرایط هندوانه بودن قرار داره. یعنی اگر هندوانه بودن 100 شرط داشته باشه، 80 تا از این شرط ها شرط میوه بودنه، 20 تا از این شرط ها شرط هندوانه بودنه. به این خوب دقت کنید. مفهوم گیاه بودن چی؟ آیا توش وجود داره یا نه؟ بله. و شاید بگیم از اون 80 تا شرطی که برای میوه بودن بود، 60 تاش مفهوم گیاه بودنه، 20 تاش مخصوص میوه بودنه و 20 تای بعدم میشه مفهوم مجموعه شرطایی که مخصوص هندوانه بودن هست. یعنی یک تصویر هندوانه هم هندوانه است، هم میوه هست، هم گیاه هست، هم ماده است، جرم است، جسم است، حجم است. یعنی تمام اینها درون مفهوم هندوانه بودن هست. هم موجود است، یعنی موجود بودن هم چون یک مفهوم بسیار عام هست و شاید عام‌ترین مفهوم ما هست، درون تعریف تمام چیزها هست.
یعنی این بانک اطلاعاتی تعریف های رو شما اگه در ذهنتون خودآگاه بکنید، شاید مثلا 300 هزار مفهوم مختلف رو ما تا حالا براش اسم قرار دادیم و اون رو شناختیم. این 300 هزار مفهوم درون تک تک این 300 هزار مفهوم، مفهوم موجود بودن قرار داره. یعنی اگر هر عکسی، هر ادراکی رو من به شما نشون بدم، شما درک بکنید، بگم این چیز وجود دارد، شما میگید بله وجود دارد. من یک ماهی به شما نشون میدم، میگم این ماهی است، شما میگید بله. میگم این حیوان است، میگید بله. میگم موجود زنده است، میگید بله. میگم جرم دارد، میگید بله. میگم موجود است، میگید بله. چون مفهوم وجود داشتن عامترین مفهوم ماست. مفهوم وجود داشتن مفهومی است که در تمام تعریف هایی که شما از هر چیزی دارید وجود داره. مفهوم موجود بودن منحصر در تصاویر نیست، در صداها هم. شما صدای گربه رو میشنوید، من میگم آیا این صدا صدای گربه است، میگید بله. میگم آیا این صداست، میگید بله. میگم آیا این صدا وجود دارد، میگید بله. چرا؟ چون مفهوم موجود بودن این بود که اون چیز درک بشود. همین که درک شد، موجود هم هست. اون صوت وجود دارد، اون صوت موجود است. بسیار خوب، از جلسه بعد من میخوام مفاهیمی که در برهان امکان و وجود بیان شده رو برای شما باز بکنم و با این مقدمه‌ای که از ساختار ذهن انسان گفتم تطبیق بدم. مثلا اونجا ما مفهومی داریم به نام مفهوم ماهیت. ماهیت چیست؟ به اون بانک اطلاعاتی که برای یک چیز تعریف شده و مجموع شرایط اون چیز بودن رو در اون قرار داده، این ما میگیم ماهیت اون چیز. مثلا مجموع شرایط هندوانه بودن میشه ماهیت هندوانه بودن. شاید 100 شرط، شاید 1000 شرط باید برآورده بشه تا یک تصویر رو ما وقتی میبینیم بگیم این هندوانه است. به همه اون 1000 شرط روی هم رفته میگیم ماهیت هندوانه. کسی از شما بپرسه ماهیت هندوانه چیست، تعریف هندوانه چیست، مفهوم هندوانه چیست، این همه به یک معناست. ذات هندوانه چیست، یعنی در واقع هندوانه چیست، ما دقیقاً به چی میگیم هندوانه و به چه چیز نمیگیم هندوانه، اون حد و مرز هندوانه بودن چیست، اون چیز که اگر ما اون رو بدانیم، اون رو به دیگری هم منتقل بکنیم، دیگری هم میفهمد که هندوانه چیست. زمانی که ما میخوایم یک مفهوم رو منتقل بکنیم میگیم بهش تعریف. زمانی که اون مفهوم در ذهن ماست بهش میگیم مفهوم. زمانی که کسی از اون چیز از ما سوال بپرسه بگه هندوانه چیست، به زبان عربی مثلا میگه ماه و ماهیه، بهش میگیم ماهیت، یعنی اون چیست، هندوانه چیست. در پاسخ به چیست، هر چیزی که ما بیان بکنیم میشه ماهیت اون چیز. وقتی کسی بخواد این مجموعه شرایط رو به عنوان ساختار اصلی مفهوم اون چیز بیان بکنه بهش میگیم ذات. میگه ذات هندوانه چیست، ذات هندوانه اینه که باید میوه باشه، ذات هندوانه اینه که باید گیاه باشه، ذات هندوانه اینه که باید پوستش سخت باشه، گوشتش نرم باشه، شیرین باشه، هسته داشته باشه، هستهاش داخلش باشن، ترجیحاً قرمز باشه، در موارد نادر زرد باشه گوشتش و روی زمین به صورت بوته رشد بکنه، حجمش مشخص باشه، وزنش مقدار مشخصی باشه، در بازه مشخصی قرار داشته باشه، در تابستان مثلا رشد بکنه. تمام اینها میشه ذات هندوانه، ماهیت هندوانه، مفهوم هندوانه، تعریف هندوانه. اینها همه به یک معناست، در مقام‌های مختلف از اصطلاحات مختلفش استفاده میشه. وقتی یکی میگه هندوانه رو برام تعریف کن، ما میگیم تعریف هندوانه این است که این و این و این و این. همون بانک اطلاعاتی رو فراخوانی میکنه. اگر کسی بگه هندوانه چیست، میشه ماهیت هندوانه. ما میگیم بانک اطلاعاتی رو مطالعه میکنیم، میفهمیم که هندوانه چیست. وقتی یک هندوانه رو میبینیم، مفهوم هندوانه در ذهن ما بر اون جزئی هندوانه، بر اون ادراک هندوانه میاد تطبیق میشه. اون میشه چی؟ مفهوم هندوانه. وقتی که در ذهنمون میخواییم حد و مرز هندوانه رو به صورت دقیق تشخیص بدیم و اون رو با مثلا پرتقال یا سیب تفکیک بدیم، از ذات استفاده میکنیم. اینا چند اسم برای یک واقعیت هست. اون بانک اطلاعاتی ماهیت هندوانه است، ذات هندوانه است، مفهوم هندوانه است، تعریف هندوانه است، حقیقت هندوانه چیست؟ واقعیت هندوانه چیست؟ ادراک هندوانه چیست؟ همون تصویری که من از هندوانه میبینم، همون مزه‌ای که از چشیدن هندوانه ادراک میکنم، همون صدایی است که از زدن روی هندوانه به گوشم میرسد. مثلا میخوام ببینم هندوانه رسیده است یا نه، من روی هندوانه چند بار ضربه میزنم، صدای خاص هندوانه رو من تشخیص میدم، حتی صدای هندوانه رسیده از کال رو تشخیص میدم. اینها در تعریف هندوانه، در ماهیت هندوانه، در ذات هندوانه درون ذهن من ذخیره شده. این حرفی که قدیمی ها میگفتن هندوانه باید با دو تا کلمه جنس و فصل تعریفش، حرف اشتباهی است. تعریف هندوانه شامل همه اینها میشه، حتی صدای هندوانه، مزه هندوانه، همه اینها درون تعریف هندوانه هست. ممکنه میوه‌ای باشه بسیار شبیه هندوانه، فقط چون مزهش مزه هندوانه نباشه، ما برای اون یه اسم جداگانه قرار بدیم، یک مفهوم جداگانه ای بشود در ذهن ما.
یعنی مزه ممکنه فصل باشه، یعنی حد و مرز باشه بین دو تعریف، دو تعریف مختلف در تمام شرایط یکسان باشن، فقط مزه مختلفی داشته باشن. مثلا یک دانه شکر یا دانه نمک رو در نظر بگیرید، از لحاظ ظاهر شبیه هم هستن، تنها چیزی که باعث میشه ما بین این دو فرق قائل بشیم مزه اونهاست. مزه ممکنه باعث ایجاد فرق بشه در دو مفهوم. خب حالا از جلسه بعد ما بقیه مفاهیم، حالا مفهوم ماهیت رو که همینجا بیان کردیم، مفهوم ذات رو، ماهیت رو، مفهوم خود مفهوم رو و مفهوم تعریف یک چیز رو الان برای شما بیان کردم. از قسمت بعد ما سایر مفاهیمی رو که در برهان وجوب امکان به کار رفته برای شما واضح میکنیم. امیدوارم که همواره در طول زندگی در پرتو خرد و اندیشه گام بردارید و زندگی بکنید. شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.